نوروز خان. این خونه رو به اسم خودش و با دست خودش ساخته. خدا رحمتش کنه. نوروز خان اسم جدم بود که رو من گذاشتن. معمار قابلی بود. بفرمایید، بفرمایید. این در مال 100 سال پیشه. از الوار یه تیکه ساخته شده. تو این دالون آدم غریبه و نامحرم اگه کاری داشت همینجا منتظر میشد. البته حالا دیگه نه، حالا که الحمدلله همه محرمن. این گلو میبینی؟ خدا بیامرز در سفر شیرازش از سنگ تراشی های تخت جمشید نقشش ورداشته داده چهار گوشه هشتی با آجر کار گذاشتن. تو این خونه بچگی رو گذروندم. از هر گوشه این خونه هزار تا خاطره دارم. روی این آجرها اینقدر خط کشیدم، اکر دوکر بازی کردم. اینو بچه ها اینجا چسبوندن. هی میگم بردارین، میگن آقا جون اماله. بفرمایید از این بر. به این درخت تاب بسته بودم. این درخت رو مرحوم پدر بزرگم نوروز خان با دست خودش کاشته. این یکی رو مادر بزرگم کاشته. پسرم و دخترمو بودن، عقدشون به عرش بسته شده بود. عاشق و معشوق بودن. این دوتا درخت رو به یادگار عشقشون کاشتن. اونا رفتن و اما درختاشون روز به روز شادابتر میشه. اینم یادگار دوره جوانیمونه. 17 سالم بود این یادگاری رو کندم. بابام وقتی فهمید مادرم و فرساد خواستگاری ایران جون همسایه دیوار به دیوارمون بودن. اون هره رو میبینی؟ یه روز دنبال گربه کردن. اولین بار چشمم تو چشم ایران جون افتاد. دلم واسش ریزه رفت. بعدم که با هم عروسی کردیم و 30 ساله داریم تو همین خونه با هم زندگی میکنیم. تو همین ایوون سینکش آفتاب میشستم مشق رج میزدم. روی این پله ها با بچه های فامیل گرگم به هوا بازی میکردیم. به پسرها با یه دست میزدم میگفتم گرگی، اما دخترها رو بغل میزدم میگفتم گرگی 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 گرگی. یادش بخیر، مرحوم پدرم تا به سونا اینجا پوست تختشو مینداخت. عاشق این ماهی های گل بهی بود که تو حوض میرقصیدن. دو دنگ صدایی هم داشت مثل خودم. یادم همیشه شعرهای ملای روم و زمزمه میکرد. تو همین حوضخونه جدم با مجاهدین صدر مشروطیت جلسه تشکیل میدادن. خیلی از تیشه ها که به ریشه استبداد قجری خورد سرنخش از همین حوضخونه بود. چه روزای خوشی بود. هرچی فکر میکنم میبینم این خونه بهشت. پدرم در خونه باز بود. روزای عزیز 500 نفر تو این حیات اطعام میشد. شبای تابستون رو این سنگ چراغ با مردنگی میذاشتیم. تو این باغچه دیگ سمنو بار میذاشتیم. اتاقای روی ایوونو میبینی؟ زمستونا آفتابگیره، تابستونا سایه میشه. تو این تاقنماها داده بود نقاشی کرده بودن. مرحوم پدرم خیال کرد اینا قدیمی شده، داد روش گچ گرفتن. این بارفیکس هم همایون اینجا کار گذاشت. خلاصه هر کسی با سلیقه خودش یه دخل تصرفی تو این خونه کرده. اما با تمام اینا معمار باشی، آدم تو این خونه واقعا معنی زندگی رو میفهمه. کلنگیه این حرفا کدومه؟ این خونه به 100 تا از این خونه های نوساز میارزه. شما پهنای این جلد رو فقط نگاش بکنی، خونه باید استقصش محکم باشه. دیدی گفتم. با این حال کلنگیه. شما دورور خودتو نگاه کن، اصلا مشرفی نداره. ببین این خونه های جدید آدم جرأت نداره زیر شلوارش عوض کنه. از 7 خونه 70 تا چشم آدم نگاه میکنن. اما اینجا رو ببینی. ببین اینا درست، ولی این خونه کلنگیه. هی میگه کلنگیه.
به خدا اگه 1,000,000 تومان هم بدن این خونه رو حاضر نیستم بفروشه. آقا جونم از اون معمارای کهنه‌کاری الان حسابی باباتو نرم کرده. گمون نکن نوروز خان این خونه رو از تخم چشش بیشتر دوست داره. مامان اصلا بابا جونم هرچی کهنه است دوست داره. هرچی من از این چیزای کهنه بدم میاد بابا جونم میپرسته. اصلا بابا جونم کهنه پرسته. میدونی مامان جون اصولا بقیده من فل واقع در هر حال اگرم به فرض این که پدرم چطوری بگم اگه خیلی اصرار داشته باشی که ما این خونه حرف نزن. معذرت میخوام من خودم درست میکنم. باید دم به دم بابام بدیم و نوروز خانو راضی کنیم همینجا بله رو ازش بگیریم. بفرمایید خواهش میکنم. جناب آقای معمار باشی میفرماین خونه نوروز خان کلنگی. من زن و بچه خودم رو شاهد نمیگیرم چون اینا یه عمر تو این خونه زندگی کردن، آشیونه خوشبختیشون بوده، طبعا به این خونه علاقمندن. از دختر خودتون میپرسم عروس خانم، خواهش میکنم یه دقیقه تشریف بیارین اینجا. به نظر شما این خونه کلنگیه؟ بله کلنگیه. بله ببینی عروس خانم، شیشه ای که جد من نوروز خان معمار باشی 100 سال پیش انداخته بود با یه تلنگر شکستی. پس کلنگی هم نیست، تلنگریه. بله کلنگیه. کلنگیه یعنی چی؟ به هر خونه کلنگ بزنن البته خراب میشه. نوروز خان چرا اینقدر داد و بیداد میکنی؟ آقای معمار اومدن اینجا به ما کمک کنن. خواهش میکنم یه چیزی میل بفرمایین تا من برم یه استکان چای بیارم. اصولا در واقع چطور بگم، در هر حال هر کسی یه نقطه ضعف روحی، نه که نقطه ضعف، در هر صورت پدرم نسبت به این خونه حساسیت دارن. من از طرف ایشون از شما معذرت میخوام. بفرمایید دهنتون شیرین کنیم. بفرمایید. بنده اگه عرض کردم این خونه کلنگیه قصد اهانت نداشتم. ما 30 سال آزگار سر کارمون با خونه کلنگیه. خونه کلنگی از دور داد میزنه فرنگیز. بابا جان وقتی ما وارد شدیم به تو چی گفتم؟ گفتین کلنگی. گفتم کلنگی. معلومه که کلنگی. ممکنه آقای نوروز خان از اینی که من گفتم کلنگی ناراحت بشن، ولی من نه. 100 تا معمار دیگرم وردارین بیارین، اونا میگن کلنگی. برای اینکه واقعا کلنگیه. نخه امروز همه ذکر کلنگیه گرفتن. فرض کنیم که حالا این خونه کلنگیه، مهم اینه که ما توش راحتیم. مگه نه اومایون؟ خب البته تو این خونه راحتی؟ خب نه راحتیسی؟ راحتی؟ چای آوردن، چای آوردن. بفرمایید. سلام مادر، خیلی خوش آمدید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام. بفرمایید. بفرمایید. اصلا راحتی خونه رو باید از کدبانوی خونه پرسید. ایران جون تو این خونه راحتی هم. من چه میدونم، چرا از من میپرسی؟ از نازی بپرس. نازی جون تو این خونه آبا اجدادی یه سر سوزن ناراحتی کشیدی؟ محلش خیلی اومولیه بابا جون. به محلش چه کار داری؟ مهم این است که ما توش راحتیم، مگه نه همایون؟ البته، اما در واقع چطور بگم، عیبش اینه که، عیبش اینه ماشین توش نمیاد. کاش عیبش همین بود، شوفاژ نداره، تهویه نداره، استخر نداره، همون با وان نداره، از همه بدتر کهنه، از اومولیه قدیمیه. جواب داریم بفرماییم. پی محکم داره، اتاقای بزرگ تو در تو داره، حیات فسقلی امروزی نداره، همسایه مشرفی نداره، صدای سرصدای خیابون و بوق ماشین نداره، 1 ساعت خواب بعد از ظهرش میارزه به 100 تا از این آپارتمان‌های سر به فلک کشیده. ای به می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. هنرشو اگه بخواین بدونین یه روز تشریف بیارین تو آشپزخونه دود زده، یه قرمه سبزی بپزین تا بفهمین یه من ماست چقدر کره داره. بمیرم واسه دختر. آخ آشپزخونه خیلی مهمه. خونه یعنی آشپزخونه و اتاق خواب. این خونه که اصلا اتاق خواب نداره. این خونه 10 تا اتاق داره، تو هر اتاقش بخوابی همونجا اتاق خواب دیگه. آقای نوروز خان اتاق خواب باید حمام و توالت داشته باشه، پنجره رو به آفتاب و کرکره داشته باشه. شما پس فردا میخواین عروس بگیرید؟ من که تو این خونه زندگی نمیکنم. حق داره عروس خانم. اتاقای این خونه هر کدوم یه صندخونه داره. درست. صندخونه شو جناب آقای معمار باشی تبدیل به حموم میکنن. همایون باش برو حالیش کن. حالی چش برو بابا. دست به ترکیب این خونه نمیشه زد. کلنگ بهش بخوره گروم بخوابی داره. برای اینکه واقعا کلنگی. اصلا خرج کردن تو خونه قدیمی آفتاب خرج لهیمه. شما به نفعتون این خونه رو بفروشین زمین بخرین، یه ساختمون مطابق میل جوونا بسازین. خب بله عقیده منم همینه. بفرمایید. به شرطی که بالای شهر باشه، خیلی هم مدرن. شما امروز بالره بگی، فردا خونه رو فروختیم، پس فردا زمین خریدیم، پس اون فردا کلنگو میزنیم. تمام. این حرفایی که میزنی واسه خودتون خوبه، واسه من همین خونه نوروز خان خوبه.
تابستونش خنکه، زمستونش هم گرم و نرمه. من تو این خونه آسایش دارم. نه خونه میفروشم نه خونه میسازم. بابا شما آزگار این بابا رو آوردی و بردی، چون هاتونو زدین دم آخره میگی نمیفروشن. راست میگه بابا جون، خیلی بده. اگه نمیخواستین بفروشین از اولش میگفتین. من که از اولش گفتم، شما این بابا رو به زور آوردین تو خونه، به زور از من قولنامه گرفتین. اگه مسعددار پیدا نمیشد، 100 سال دیگه هم کسی نمیومد برای این خونه کرنگی جیرینگی 400 هزار تومان پول بریزه. راست میگه بابا جون، 400 هزار تومان راحتی که من تو این خونه دارم 1,000,000 تومان میاد. نده شما هنوز معنی راحتی رو نمیدونی چیه. با همین پول من برات یه خونه میسازم تا معنی راحتی رو بفهمی. راست میگه، دلم واسه اون حوض خونهش میسوزه والا. حوض خونم برات میسازم، اون گلایی که خودم پیوند زدم، اون درختای میوه، برات پاسیو میسازم که تمام سال گل جلو چشمت باشه. بریم 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 بریم. بفرمایید بفرمایید نوروز خان، دفتری بیارین آقا امضا کنن. بفرمایید اونجا. اونجا بفرمایید اونجا. بفرمایی بیشه معمار باشی جانم. اگه دل نگرونم، منم هیچ اصراری ندارم. 300,000 تومان داریم میدیم یه خونه کلنگی میخریم. شما به این خونه میگی کلنگی؟ بله، خونه ای که 10 سال پیش از این ساختن کلنگیه، اینه که 100 سال پیش از این ساختن کلنگی نی؟ خونه ای که 10 سال پیش معمارای بساز بفروش ساختن کلنگیه، اما خونه ای که 100 سال پیش مرحوم حاج معمار باشه نوروز خان جد ایشون برای خودش ساخته کلنگی نیست. معذرت بخوام، رو سردرش هم رو کاشی نوشته خانه نوروز خان. بله، یه موقع خوب بوده، اما حالا کلنگیه. جرز پای این خونه 2 متر در 2 متر با ملات آهک و سفیده تخمر رفته بالا. مگه کلنگ بهش کارگر میشه؟ بابا حوصله داری؟ به جون این یه دونه پسرم که از تخم چشمم هم بیشتر دوست دارم، اینو خودم هم نمیدونست. حتما مرحوم پدرت میدونست. نه اونم نمیدونست. 40 سال مو به موی این خونه رو واسه من گفته بود، اما این یکی رو نگفت. شاید اون نمیدونسته، ولی پدر بزرگتون حتما میدونسته. اون خدا بیامرز معمار بوده، اینا جزو اسرار معماریه. من میدونم این خونه چه اسقاصی داره. بابا دیوارای اسخونه تا کمرش نم داره. این از رطوبت حوض پوشه، مغزش مثل کبریت خشکه. بله، من از حیاتش خوشم اومده که مشرفی نداره. حیاتش که خیلی باروهه، اتاقاشو نمیگی؟ همه دلباز و آفتاب. بله. من نرنجید. آخه بفرمایید. مواد از من دلگیر بشینا، برای همین محسناتش که شما میخواییم بخرین من نمیفروشم. نمیفروشم، فروشنده نیست. کجا آقای نوروز خان؟ آقا جون چرا قر میکنی؟ برای در خب راست میگه بدبخت، خونه تا کمرش نم گرفته، کلنگیه. حالا بفرمایید چای میل کنید. بعده آقا جون، ما بیانه گرفتیم. بی زحمت بگین دوتا چای بیارن، دفترم حاضر کنید. شما که نمیخواستی معامله کنی، چرا گفتی سند تنظیم کنی؟ باطلش کن آقا جون، من اصلا خریدار این خونه نیستم. منم فروشنده نیستم. بفرمایید این 10,000 تومانی که برای قولنامه دادین. 10,000 تومان نیست و 20,000 تومانه. شما 10,000 تومان دادین، اینها اینجا نوشته. بفرمایید اون زیرشم بخون. اگه من تو بزنم 10,000 تومانم رفته، اگه شما تو بزنید 10,000 تومانم باید بذارین رو. شما تو زدی؟ من که خریدارم، شما میگی نمیفروشم. منم فروشنده. پس مبارک ان شاء الله. بفرمایید بفرمایید امضا کنید، سندش حاضره. آقا اون دفتر بینم. آقا جون پولا رو کام بینم. رو کام بینم. بذار اینجا بینم داداش. همایون خان. همایون خان بعد این پولا رو بشون بینم. بده من بینم. آها آها تموم شد. بگی امضا کن بینم. بینیم اسم بینم. ثبت با سند برابر است. معطل نکن برادر دیگه، تموم کن کارو. ثبت با سند. جد بزرگوارم منو ببخش. بها احمقی داری حکم اعدامتو امضا میکنی. قارشو بکن بریم دیگه. تموم شد، مبارکه.
این زمینشه، 10 در 20 یه قواره کامل. اینجا رو میگی متری 700 تومن؟ خب بله دیگه، اینجا که بابا بیابونه که، همه جا اولش بیابون بوده، وقتی ساخته بشه شهر میشه، اونجا رو ساختن، اینجا صاب زمین میشه. ملاحظه بفرمایید، اون طرف بناس ویلا سازی بکنن، 2 تا 3 تا نمونه ساختن، الان بهتونشون میگم. نگاه کنید اون گوشه، دیدی اون طرف هم بناس بسازن، این خیابون زیرسازی آسفالت شروع شده. ملاحظه بفرمایید، بناس بعدا روسازی بکنن، اون طرف هم سوپرمارکت میشه، چشم هم بذاری اینجا میشه وسط شهر. پس بپر صاحبخونه رو صدا کن، بعد جمعه شفیق بگیر. نه بابا اینجا به درد ما نمیخوره، متری 700 تومن میکنه به عبارت 140,000 تومن. خب 60,000 تومن هم برای ساختمون میمونه دیگه. کجاش میمونه؟ 40,000 تومن که تو محضر بابت عوارض و مالیات و نمیدونم حق محضر گرفتن میمونه، 120,000 تومن. نه بابا اینجا به درد ما نمیخوره، اینجا ارزون تر میشه. اینجا قطعات 500 متری تفکیکیه با قباله متری 100 تومن. اینجا یه فلکه بزرگ میشه با حوض و آبنما. این طرف ردیف خونه های ویلاییه. اینجا یه خیابون 14 متریه که به کوچه های 10 متری پهن میخوره. اوه خوب شد هیچ چی نشد، چیزی نشد. این قسمت هم پارک و تفریحات سالم میشه، یه پارک درندهش با تمام وسایل. صبر کن، من خودم بهتر از تو بلدم. بلدی؟ صبر کن، اینجا سوپرمارکت میشه، این طرف پارک کودک میشه، اینجا هم کودکستان و دبستان و دبیرستان میشه که انشالله گورستان بشه که خونه اول آخره بشه، اینجا هم محل تفریحات ساله. مسخره کردی ما رو؟ چی شده؟ یه جایی ببر که اقلا 4 تا آدم حسابی دور و برش باشن، این چه زمستون گرگ آدمو پاره میکنه. مگه شما زمین ارزون قیمت نخواستی همینه؟ بابا من یه زمینی میخوام که 4 تا ساختمون، چه میدونم مثلا مثل اونجا. اونجا؟ اونجا خارج از محدوده است. اون وقت اینجا داخل محدوده است. آقا جون جان، من یه جایی میخوام که داخل محدوده باشه، 4 تا ساختمون هم دور و برش باشه که زن بچه من امنیت داشته باشن. این جور که میخوایم ما فقط یه قطعه سراغ بفرمایید. اینم داخل محدوده، ملاحظه کنید 7-8 تا خونه ساختن، 3-4 قطعه زمین دیگه بیشتر نمونده. انتخاب کنید. آقا جون یک چه انتخاب کنم؟ از کار زندگی افتادم. به بهترین جا آدم هضم میکنه. میگم اون چاله برم زندگی کنم. اولش برای زیرزمین خاک برداری نداری، 7-8 طبقه زیرزمین بسازی خونه میاد کف خیابون. بابا متری 500 تومن باید پول خاک ریزی بدن. عوضش اینجا متری 200 تومنه. خب با خاک ریزیش هم متری 700 تومن میشه دیگه. نه بابا، با آخر عمری ما رو تو این چاله چوله ننداز، از چاله خوشم نمیاد. من اینجا میخوام رو بلندی. بلندی؟ اینم بلندی. از این بلندتر میخوای باید بری قله قاف زندگی کنی. والا مگه میشه رفت؟ نگاه کن ببین، نگاه آدم هضم میکنه. چه زمستون بر؟ البته این ناحیه زمین کم پیدا میشه، اعیان نشینه. چند قطعه اون بالا هست بین متری 1200 تا 1800 تومن، اگه براتون مناسبه بریم بالا. اون بالا واسه بز کوهی خوبه، عوضش هوا داره، تابستونش خنکه. خب زمستونه چی؟ میلتونه، ما همه جور زمین نشونتون دادیم، هر کدوم میخواین انتخاب کنید. بابا همون زمین متری 700 تومن اولی باز بهتر بود. سلام علیکم. قیمت این زمین چند آقا؟ متری 1200 تومن آقا جان. ایشون که فرمودن متری 700. بله اون دیروز بوده، امروز فرق میکنه. اگه برای زمینه بگو الان متری 1200 تومن مشتری پاش وایساده. دیروز خودشون گفتن متری 700 تومن، مگه یادتون رفته؟ نه خیلی یادم نرفته، اون نرخ دیروز بود، امروز 1200. من نمیفهم این نرخا رو کی تعیین میکنه؟ بنده، شما، ایشون آقا. همین یارو یه ساعت پیش اومد 1000 تومن ندادم، گفتم متری 1100 تومن، الان 1200 تومن. یعنی بعد یه ساعت شده 1200 تومن، یعنی ساعتی 100 تومن رفته. آره بله بله، قیمت زمین ساعتی میره بالا آقا جان، ساعتی میره بالا. حالا چیکار میخوای بکنی؟ نمیدونم والا نمیدونم، به نظرم بهتره برم همون خونه خودم رو بخرم. 400,000 تومن. اشتباه میفرمایید، 300,000 تومنه. نه جون شما، 400,000 تومن. پریروز معامله کردیم 300,000 تومن. اون پریروز بود، 2 روز ازش گذشته. 2 روزه 100,000 تومن رفته روش؟ قیمت خونه روز به روز ترقی میکنه. من نمیفهمم والا، خونه روز به روز ترقی میکنه، زمین ساعتی میره بالا. پس تکلیف اون بنده بیچاره خدایی که میخواد یه آشونه و زن بچهش فراهم بکنه آخه چیه؟ همش تقصیر شماست. تو خونه آبا اجدادیم راحت نشسته بودم، این بلا رو شما سر من آوردی. حالا بفرما درستش. چشم،
چشم، اگه اجازه بدی من خودم درستش میکنم. برای اجازه نمیدم این زمینو به شما بفروشم. سب کن فرنگیز، باز این دختر من قرد شد. شما بفرمایین فرنگیز. فرنگیز ببین بابا جون، ببین این زمین به درد ما نمیخوره. چرا؟ برای اینکه میخوان جلوش یه عمارت 20 طبقه بسازن. روز خان اگه بفهمه جلوی خونش 20 طبقه آپارتمانه محاله بخره. یه سال دیگه میسازن. بریم دخترم، بیا بریم صداشو در نیاریم. فرنگیز حق داره. من میخواستم تو این زمین یه خونه بسازم با به میل فرنگیز. البته نقشه‌شو یه مهندس تحصیل کرده یه آمریکا داده. خونه های آمریکایی رو من تو سینما دیدمشون، خیلی نازن. عالیه. یه ویلای دو طبقه، طبقه پایین سالن اتاق مطالعه، طبقه بالا 5 تا اتاق خواب. اتاق خوابش حموم هم داره. هر اتاق یک حمام مستقل. وان بزرگ با آب گرم دائم، هر شب قبل از خواب تو وان آب گرم میلمیم، با اعصاب راحت به خواب میریم. حرکات چیه نازی؟ خجالت بکش، درست میشه؟ آقا معذرت میخوام بابا. چه؟ بفرمایین دهنتون رو شیرین کنین. آقا جون برای اتاق خواب نوروز خانم یه حموم شیک بسازید. حموم و اتاق خواب واسه شما جوونا خوبه. واسه من یه اتاق دنج خوبه که میشینم مثنوی زمزمه کنم. یه حوزم اون وسطش باشه فوارش بزنه. حالا راستی تو این نقشه شما حوزخونم ها؟ واه مگه خونه آمریکایی حوزخونه داره؟ زیر زمین که داره؟ یه حوز میندازیم وسطش میشه حوزخونه. چه حرفا میزنن حوزخونه؟ نوچه زیر زمین خفه است. من یکی از اتاقای طبقه دومو درست میکنم با به سلیقه شما. منظره کوه دماوند در نظر بگیر. پنجره اتاق درست رو به این منظره باز میشه. به 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 حوض و فواره کنارشه. منظره جلو چشم تو. وسط کتابات میشین و صفا کنید. از جدایی ها شکایت می کند. سینه خواهم شرح شرح چیه؟ چاله نمیدونستم انگر خوب چاله میکنم. دوره من جمع شدی. صداتون رو خیلی خوبه بابا جون. بابا باشین بری سر جاتون میشینی. خور شدی؟ یلا میفرمودین داشتیم مصطفیت میشدی. عرض شود که خونه باید مطابق میل کدبانوی خونه باشه. شما از همه چی صحبت کردین جز از آشپزخونه‌اش. آشپزخونه‌اش باید بزرگ و باروح باشه. بله خانوم، به نظر من آشپزخونه باید به اندازه یه سالن نهارخوری باشه. خونه کی تموم میشه؟ کلام نیکویی گفتین. بنده این خونه رو 5 ماه تحویلتون میدم. جناب آقای معمار، ما تعهد کردیم از 3 ماه هر چی دیرتر تخلیه کنیم روزی 50 تومن گرایش بدیم. چی برادر به این تعهدات عمل نه کرده؟ نه من به قولم وفا میکنم. خیلی خوب، شما پول بریزین 3 ماهه. آقا جون اینا که مشتری غریبه نیستن، شما اینجوری قول میدین؟ من قولم قول غریبه و خودی هم نمیشناسم. اگه ایشون سختگیری نکنن همه چی درست میشه. آقا جونم همه چی رو سخت میگیرم. در حالی که خیلی هم آسونه. من که معامله نیستم. خیلی آسونه. شما امروز معامله بکنین، من فردا کننگو میزنم. مبارکه. انشالله عروسی همایون تو این خونه، عروسی نازی جون تو این خونه. مرسی. به خوبی و سلامتی انشالله. آقا جون اتاق خواب من باید بزرگ باشه. جناب معمار، جان معمار، اتاق دخترک منو بزرگ بساز. چشم. کاغذ دیوارش قرمز باشه.
کاغذ دیواری قرمز. چشم. آقا جون یه سرپوشیدن برای ماشین من. سرپوشیده. چشم. اتاقا همه باید قفسه داشته باشن. قفسه. چشم. وای خودتونم چقدر خوشحاله. خیلی خوب میشه. اتاق خواب من باید حموم داشته باشه. حموم واسه عروس خانم. چشم. این یه خونه ایدئاله. من اگه میدونستم شما اینقدر خوشحال میشین زودتر اون خونه رو میفروختم و کلنگ رو میزدم. من الان تصور اون روزی رو میکنم که خونمون ساخته شده، در بزرگ آهنی باز میشه و با ماشین وارد میشیم. اینجور که من میبینم این در بزرگ آهنی حالا حالا با نمیشه. بابا جون شما چقدر بدبین هستی. راست میگه بابا. باز گنده تر از دهنت حرف زدی. الان یه ما از اون روزی که کلنگو زده میگذره، تازه پیشو چیدم. به قول آقای معمار باشی بنایی اولش سخت پیش میره، اما وقتی افتاد رو قلطه یه دفعه تموم میشه. این که قصه نداره بابا جون. بابا یو نگردار، من همینجا پیاده میشم. چشم. ببینم تو که شنبه ها کلاس نداشتی. با بچه ها قرار گذاشتیم درس رو زیر کنیم. آزور تنها نری خونه ها. خیلی با خدافز. که میری خونه بیا من ناظرم ببن. زور خونه نمیرم بابا جون، با فرنگیس بیرون نهار میخوری. خیلی خوب. خداحافظ. جناب آقای معمارزاده سلام عرض میکنم. قربان. سلام بابا، حالت چطوره؟ حالا که خوب نیست، اما اگه شما به من مساعده بدین بهتر میشه. آقا گفتن تا 15 اون مساعده ندیم. شما که همیشه به ما لطف دارین، این دفعه چهار روز رو بندازین. خب حالا ببینم چی کار میتونم برات. متشکرم بابا. آقای رخصتی این زمینای بالای کرج رو تقسیم کردن، میفروشن متری 50 تومن. اما سال دیگه میشه متری 200 تومن. من زمین متری 6 دیدم که حالا شده متری 2000 تومن. ما همیشه ضرر بی پولی رو میدیم. بنده اگه شده پول قرض کنم، اما باید یه قطعه از این زمینا رو بخرم. کی پول داره که قرض بده؟ نوروز خان خوش به حال، خونه‌شو 300000 تومن فروخته. سلام عرض میکنم قربان. سلام علیکم آقای فرسکی. امروز دیر تشریف آوردید. سلام عرض میکنم. ما دلواپس شدیم. این گرفتش. خواهش میکنم، خجالت هم میدید. اختیار دارین. اجازه بدین، اجازه بدین. اینو بذارین زیرتون تا یالا. شما امروز چه انقدر تعارفی شدید آقای فرسکی؟ برای اینکه دوستتون دارم قربان. میدونین چرا آقای رخصتی؟ میدونم. برای اینکه تو این دنیای وانفسا این آقای نوروزخان بیریا به همراهش کمک میکنه بدون اینکه انتظار تلافی داشته باشه. این اخلاقو من از مرحوم نوروزخان معمار باشی جد بزرگوارم به ارث بردم. خدا بیامرز همیشه میگفت تا توانید دلی به لست آورد. حقا که نوه یک همچه مرد بزرگی هستی. امروز از هر کی قرض بخوای میگه ندارم. ولی آقای رخصتی این مرد اینطور نیست. برای اینکه من معتقدم آدم وقتی میتونه باید به اطرافیانش کمک کنه. بله. که اگه یه وقتم احتیاج داشت بتونه به اینا تکیه بکنه. بله. مثلا من الان تو کار ساختمون افتادم. بله. بله. احتیاج به پول دارم. خب امیدم به شما دوستان دیگه. بله. اگه نفری 10000 تومان به من کمک کنین خب کار من بالاخره راه میفته. بله. بله. متوجه هستین آقای فرصتی؟ اول بنده بعد این پرونده رو تا یه ساعت دیگه رد کنم با آقای رئیس. بهتر در این مورد با آقای رخصتی صحبت بفرمایید. بنده در مدت این 30 سال خدمت فقط تونستم 5000 تومان پول کنار بذارم که اگر مردم و عمرم رو دادم به شما خرج کفن و دفنم بکنم. با شما. ببخشید. سلام. چی کردی؟ چه می‌خواستم راجع به تقاضاتون صحبت کنم. من باید نیومده. می‌خوای بری؟ تو بنا بود به مکاتبات خارجیمون رسیدگی کنی. باشه فردا بهتون قول میدم. تا فردا زمین هنوز دور خودش میچرخه. بای بای. ملاحظه میفرمایید. 5 سال فرستادمش لندن، یه عللی تللی کرده. 6 ماه دست از پا دراستر برگشته. عوض اینکه باری از دوش من برداره، شب و روز دنبال دختراست. بفرمایید. همان از دخترای این دوره و زمونه. یه وقتی پسرا دنبال دخترها میافتادن، حالا دخترها دنبال پسرا میافتن. مثل اینکه پدر مادر بار سر این دخترا نیست. نخیر، غیرت ها به باد رفته. یعنی همه خانواده هم اینطور نیستن ها. مثلا نازی ما ماشالله یه دختر دمه بخته، اسم مرد که جلوش میری تا گوشش سرخ میشه. اما این هم همینجور پسر سر به زیریه. پسر من تریدون ما اصولا لوس بار اومده.
ناز پرورده است دیگه، یه دونه پسره. تقصیر مادرشه. و اما راجب تقاضای شما، من تعجب میکنم شما چطور تقاضای وام کردین. بچه ها دورم کردن، دارم یه آلونک براشون میسازم. به سلامتی. ولی حساب کتاب صندوق که دست خودتونه. 20,000 تومان که خیلی زیاده، بودجه نداریم، یعنی فعلا. ولی با 5,000 تومانش میتونم موافقت کنم. بیا نگاه کن. میدونستم با دختر قرار داره. بیا سوار شو، امروز با دست پر اومدم. برام چی آوردی؟ قشنگترین حرفای دنیا. میخوام برم پیش بابا. حالا تا آخر وقت خیلی مونده، میشه رفت تا جهنم و برگشت. تا بهش نمیشه؟ میشه، ولی پیدا نمیشه. شاعر کوچولو، تو کی میخوای دست از این خلگیریت بردار؟ وقتی که تو دیگه دستمو پس نزنی. بیا بریم. نه، وقتی لبات میگیرم چشمات میگی آره. حتما حتما. نه، چشم دروغ میگه. چشم هیچ وقت دروغ نمیگه. عرض نکردم پسرتون رو بلند کرد؟ اینا دختر نیستن که سخترن. نوروز خان میدونه؟ همه میدونن جز نوروز خان. آقای فرصتی، من امروز دیگه قضیه رو به نوروز خان میگم، وجدانم ناراحته. این کار سه عیب داره. یکی این که جلو عیش دوتا جوون رو میگیم. من دیگه نمیتونم. دوم این که تفریح کارمندا از بین میره. بدتر از همه اوقات نوروز خان تلخ میشه و ما نمیتونیم ازش مساعده بگیریم. با همه این حرفا من امروز بهش میگم. امروز بهش نگیم. چرا؟ امروز میخوام ازش پول بگیرم، عصبانی بشه کارم عقب. بله آقای نوروز خان. بله. سلام عرض کردم. نخودی بخند. نوروز خان. بله. سلام علیکم آقای معمار باشی. من نمیدونم امروز همکارای من چشونه، میرسن میگن آقای نوروز خان سلام علیکم، پشتشم هر هر هر. لابد یه چیز خنده‌دار دیدن مگه نه آقا رخصتی؟ گریه داره آقا، نه خنده. آقای نوروز خان بنده عرضی دارم. آقا من عجله دارم، من باید برم مصالح. کار من واجب تره. نه به جون شما، یه آبرو در میونه. نه به سرتون قسم. آقا موضوع هیچی. چرا جبه دهن منو میگیری؟ شیطون معرکه نشه آقا، بذار به کارم برسم. باشه باشه کار. آقا رخصتی آروم با. پول لازم داریم. چقدر میخوام؟ هرچی بیشتر بهتر. من 40 تومن که بیشتر ندارم. خب همینی میدیم، پیراهن میخریم. نه ترس، تا زیر سقف میاریم، بعد از بانک وام میگیریم. بینیم اسمش با من، بینیم داره داره من گفت نداره.
آقای نوروز خان، بله. باز که اینجام غلطه که. آقای معمارزاده، پس این بیلان چی شد؟ آقای رخصتی، پس این بیلان چی شد؟ دو هفته است که گذاشتم روی میزتون، باید امضا کرده باشیم تا حالا. اینها جلوی چشمتونه، بفرمایید. سلام علیکم. تماشا کن، تمام جوهرها رو ریختم روی این بیلان. اصلا نمیشه. تماشا کن. آخه چی میخوای اینجا؟ پول لازمه. ندارم. کار لنگه. روز اول گفت با 70,000 تومان ساختمون میارم زیر سقف. الان 140,000 تومان دادم، هنوز به زیر سقف نرسیده. آقای معمار باشی، دریغ از یک شادی. همش 5 تومن دیگه میخواد تا برسه زیر سقف. بقیه شو از بانک میگیره دیگه. چی میگه از بانک میگیری؟ مثل که بانک مفتی میده. من بیچاره باید قسط اصل و فرعشو بدم. قصه نخورین آقای نوروز خان. از قدیم گفتن پول عروسی و خونه رو خدا میرسه. فعلا که خدا داره جون منو به لب میاره. آقا رخصتی، یه دقیقه بیا، یه دقیقه بیا. بیا. خبر اونجا در پنجره شما باید چی یه جریانی که اصلا به شما مربوط نیست. تا بنویس بابا ده تا تک تومنی تو حسابمه، چی رو بردارم بنویسم؟ تاریخ دار بنویس، من خوردش میکنم. چه که بی محل بنویسم؟ من هم چیکارا نمیکنم. بی محل که نیست، یه ماه دیگه از بانک میگیری میریزی به حساب. این چک خودت بنویس، یه ماه دیگه بهت میدم بریز به حسابت. این قلم و کاغذ کجا گذاشتی؟ اون چک رو درش بیار، درش بیار، بده من این چک رو. بگی برای من بنویس، بنویس، نترس، بنویس. کشتی منو بنویس. من چک بی محل تا حالا ننوشتم. اومد خجالت هم بده جان، چه عشق میکنه جان. پیار خوردن آبرو رو قورت دادم. اگه این تیکر دستتو میدیدن و درست قورتش منم همین جالت هم خوب چیست. بابا ناروز میپرشدشون کنه. دستو بکش بهتر ببینم. ایمون آخر من که هیزه بدم. آقای ناجی، تکلیف این قضیه همین امروز باید روشن بشه. تکلیف روشنه. من با شما کاری ندارم، با پدرتون طرف هستم. آقا تکلیف باید روشن بشه. تکلیف روشنه؟ برای پسر شما روشنه، برای دختر من تاریکه. برای دختر شما روشنه، برای فریدون و بندم روشنه. پس فقط برای من تاریکه؟ بله، دختر پسر جوونن، همدیگر رو دوست دارن، با هم معاشرت میکنن، این خیلی روشنه. بعدم دلشو میزنه، ولش میکنه، اون وقت تاریک میشه. چرا؟ اون میره زن میگیره، اونم میره شوهر میکنه. پسر شما میره زن میگیره، اما برای دختر من شوهر پیدا نمیشه. بنابراین برای شما و پسرتون روشنه، اما برای بنده حقیر و دختر بدبختم تاریک. آقا من از معاشرت با دختر شما لذت میبرم. دیدن این دختر برای من مثل دیدن بهشت و موعود برای شما. یکی شدن دو موجود گناهه؟ نخیر، ثوابه. کبابش هم دختر بدبخت منه. دختر شما هم همینی میگه، اونم لذت میبره. دختر من غلط میکنه. من اجازه نمیدم به نازی تو این کنید. باری که نبه دختر من دست نزن. آقا جو خواهش میکنم که بزنم. خواهش میکنم اعصابتون رو کنترل کنی. خواهش میکنم بریم بشینیم، بریم بشینیم. حیف که پسر این پدر هستی. متاسفانه پدرتو از قلبش همیشه به عنوان یه دستگاه تنظیم کننده گردش خون استفاده کرده. بس کن، خواهش میکنم. قربون شما که همیشه از قلبتون به عنوان کاروانسرا استفاده کردین. بله قربان. چای بردار. چشم. من حال شما رو میفهمم، اما احساسات این جوانا رو هم درک میکنم. دنیا عوض شده، ما هم باید با جوانا تفاهم بیشتری داشته باشیم. هیچ کجای دنیا دو نفر رو به خاطر اینکه عاشق هم دیگر محاکمه نمیکنن. آقای عزیز، شما نمیتونید به دخترتون بگید با دیوارای اتاقش معاشرت کنه. خواه ناخواه دست یک نفر رو میگیره و به نظر من این نهایت سلامته. هر کس از واقعیت وجود شرم کنه مریضه. خب اگه یه گندی بالا اومد چی؟ چه رس میشه میذارین گند؟ پس بذارم گند؟ عسل، بگید نابترین غزل. لابد خودتونم ماه عسل داشتید. ماه عسل منم میدونم، اون بعد از ازدواجه. برین کنار. به طور کلی باید اعتراف کنم حق با شماست. من خودم با شما هم عقیدم، اما فکر نمی کنین اگه پسر و دختر قبل از ازدواج از هر جهت هم دیگر رو بشناسن پیوند زناشوییشون محکم تر میشه؟ بشناسن اما نه دیگه از هر جهت.
زندگی لگد کردن پای چابر نیست که بشه با یه پوزش ازش رد شد. به اعتقاد من دخترها همسر و هم نفس آینده شونو باید از هر جهت آزمایش کنن. یاد اون روزا به خیر که زن با چادر سیاه میرفت خونه شوهر با کفن سفید میومد بیرون. فقط یادش بخیر. دنیا به عقب بر نمیگرده. دوره ما زن و شوهر اول دفعه تو هجده هم دیگر میدیدن. شاید هم برای همین بود که چهار تا زن میگرفتن تا یکیش مطابق میلشون در بیاد. ما یه کفش میخوایم بخریم، به 10 تا مغازه سر میزنیم، 20 جور کفش رو انتخاب میکنیم تا یکیش رو انتخاب میکنیم. کاملا درسته. کفشی که ازش فقط 3 ماه استفاده میکنیم باید قشنگ باشه، راحت باشه، تنگ نباشه، گوشه 10 تا کفش نکنیم کفش مورد نظرمون رو پیدا نمیکنیم که نمیکنیم. آقا مگه دختر من کفشه که شما پاتولو لا 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 آقا جون، اگه ریگی به تای کفشت نیست مرد و مردونه بیا جلو صحبت کن. دختر من پدر داره، مادر داره، خونه داره. دختر سرایی نیست که همجوری دستش بگیری ببری تو باغ. اون چه که مسلمه پسر من و دختر شما به هم علاقه دارن. ممکن این علاقه به ازدواج ختم بشه. بذارین سیر طبیعیشو طی بکنه. اول عقد کنن بعد سیر طبیعیشو طی کنه. اگه فریدون مایل باشه من حرفی ندارم. بله خب. اگه حتی یه روز به آخر دنیا باقی مونده باشه میخوام اون روز با نازی باشه. آقا جون من نمیفهم تو چرا شعر میگی؟ بالاخره باشه یا نباشه؟ اوکی. که چیه؟ همین الان نوروز خان اوکی به اینی موافقم. برو بیرون، تو چرا گوش بک شدی؟ چرا اینقدر جیغ میزنی زن؟ خوب میکنم، تو داری پسرمو بیچاره میکنی، جیغ میکشم. بس کن مادر، مسخت ما میشنوم. جهنم که میشنوم. وقتی تو جیغ میکشی تنها راه نجات خودکشیه. برو خودتو دار بزن. تماشا کن، وقتی میگم این پسر هنوز وقت زن گرفتنش نیست. شکستن گلدون چه ربطی به زن گرفتن من داره؟ ربطش اینه که هنوز نیومده نحسیش دامن منو گرفتی. شما چه بخواین چه نخواین من با این دختر ازدواج میکنم، پس بی خود خودتون سباک نکنین. اگه تا فردا صبحم جیغ بکشین من این دختره رو میگیرم که میگیرم. هیچی به پسر خود سرت نمیکی. تو خود سر بارش آوردی. اصلا حالا موقع زن گرفتنشه، خودش و بال گردن ماست نیست؟ درسته، ولی خب ولی نداره، بلند شو یه چیزی بهش بگو. آخه چی بگم زن؟ یه چیزی بهش بگو دیگه. بر 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 چی گفتی؟ یه چیزی. آخه چی؟ یه چیزی. چی بهت گفتم؟ یه چیزی گفتی. یه آخه چی؟ یه چیزی. چی گفت؟ همینو. چی؟ گفت یه کاری نکن که جیغ بکشه. اگه غیر از دختر آقای سمسام هر کیو بگیری جیغ میزنه. قاعدتا من نمیخوام برم تو اجله، نه شما. لطفا برای مامان ترجمه کنی. خب راست میگه، اون میخواد زن بگیره، تو که نمیخوای بگیری. آره زن مال اونه، اما عروس گدا گشنه آبروی من میبره. آبروی من مهم نیست؟ آبروی مامان مهم نیست. مامان همیشه در قضاوت عجله میکنه. نه دخترو دیده، نه خانواده‌اشو میشناسه، نه خونه‌شون اومده، فقط میگه نه. این نه شما هیچی رو عوض نمیکنه. چهار تا خط شعر گفتی، خیال میکنی حافظی؟ حالا تو روی خودم هم وای میسی؟ آقا دیگه عقل کل شده. بس دیگه ماما. اگه عقل داشتی که شاعر نمیشدی. من شاعرم، برابرتون مثل آینه، در آینه همه تون نعره میکشین. آری تمام نعره های شما وصل قافی است. برو با اون شعرت. چه اشتباه بزرگی، چه اشتباه بزرگی. به شاعرانه ترین لحظه هایم میخندید، چون گرگ پیر در آینه نعره میکشید. مرا نمیفهمید، مرا نمیفهمید. مامان بهتر اول دختر و خانوادش رو ببینی بعد نظر بدی. شاید این شاعر دیوونه این دفعه راست میگه. راست میگه، تو که خانوادشون رو ندیدی. دعوت کردن که من نرفتم. بله شما رو فردا دعوت کردن، من اومدم بگم که شما جیغ کشیدین. غلط کردن، منو دعوت کردن. اگه من دعوت کردم غلط کردم. آخه اینجا جای مهمونیه. ما خونه داریم، زندگی داریم. کدوم خونه، کدوم زندگی؟ اتاقا همه خالیه. همون اتاقای خالی صد بار از این سنگ و کلوخ بهتره بالا. اصلا حقش بود دعوتشو میکردین کاباره. آره نه اینکه خیلی پول داریم. راست میگه بابا جون، من یه کاباره میشناسم قسطی میگیره. برو بابا، حالا خیلی قسط کم داریم، بیا ماه به ما قسط کاباره رو هم بدیم. همینجا از همه بهتر، هم ارزون تموم میشه، هم میتونیم پوز خونمونو بدیم. چرا کتتو نمیپوشی؟ هنوز که نیومدن، وقتی اومدن میپوشم خانم پوزی. امروز چه خبره معمار بشی؟ بله برونه.
نوروز خان، شیرینی بچه ها یادت نره؟ خیلی خوب، مهمون ها که رفتن، هر چیمون میدیم به بچه های شما، چشم تو رو خدایی معمار رو دست به سرش کن. میترسم جلو آقای ناجی و خانمش آبروریزی کنه. آخه خانمش خیلی سطح بالا. سلام. پیاده شو. چرا؟ جیغ میزنم. چشم چشم. میخوای آبروی منو ببری؟ نه، میخواستم خودتو ببرم. روز اول آشنایی بدون راننده، آقای ناجی و خانومشون روز اول آشنایی با خانواده عروس، اونم بدون راننده. افتضاح. ریختشون ببین، کراواتشون ببین. صد دفعه گفتم اون کراواتی که از پاریس آوردن بزن. اصلا یه همچین روزی باید لباس اسپورت بپوشی. برخورد اول خیلی مهمه. هنوز نمیفهمی، موهاش سفید شده، هنوز این چیزا رو نمیفهمی. آقای مهندس چرا اینقدر دیر کردی؟ بگیر بذار تو گلدون. همین یه شاخه گلو گرفتی؟ مامان تک گل دوست داره. این دیگه چه؟ مامان ویسکی دوست داره. ای چرا همچی میکنی؟ مامان خورمانو دوست نداره. ای با خاک به سرم، چرا خورمالوها رو دور میریزی فریدون خان؟ میگه مامانش خورمالو دوست نداره. نوکر چی شد؟ ها؟ پیش خدمت هتل ساعتی 40 تومن میخواد، 3 ساعتم کمتر نمیاد. خاک بر سرم، چه آبروریزی شده؟ ببین یک کار دست تو سپردم و بی عرضه. مگه شما پیش خدمت نمیخواین؟ من از چوب پیش خدمت میترشم. گوش کن همون، برو به نوروز خان بگو تا مهمونا نیومدن این معماره رو دکش کن. این کدش هم بهش بده بپوشه. زود باش. بدو. اگه 2000 تومن دیگه جور کنی میتونیم با این پول. دری قضیه یک شایی. بابا جون، مامان گفت اینو بپوشین. بیا. ها چی؟ چی میگی؟ من نمیفهمم. من فهمیدم. پول داره. چیه؟ ها؟ معماره رو. چی میگی؟ کلا چیه؟ بیا اینجا. ها چیه؟ بابا این معمار رو دکش کن بره، آبرومون رو میبره. خیلی خوب، ببین باید خیلی مؤدب باشی، فهمیدی؟ سینی چایی رو اینطوری دستت میگیری، فهمیدی؟ اولم تعظیم میکنی، بعدش هم اول چایی رو به خانما تعارف میکنی. آفرین پسر خوب. حالا برو ببینم، برو ببینم چیکار میکنی. شما اگه کار دارین میتونین تشریف ببرین، میتونین تشریف ببرین. کار که دارم، اتفاقا خیلی هم واجبه، اما فامیل به دردی همچی وقتا میخوره دیگه. منت سرتون نمیذارم، میمونم. آقای معمار، ما مزاحم شما نمیشیم. اینطور که معلومه اینا ممکنه تا یه ساعت دیگه هم پیداشون نشه، بلکه هم دو ساعت. بفرد بفرد، هر جور میل شماست، فقط باعث گله نشه ها. اختیار دارین آقا. فریدون خان بابا چه خبره؟ فریدون خان این موزیک رو یقته کمش کن، ما با گوش آدم کر میشه. مامان موزیک دوست داره. امروز هر کاری میکنم به خاطر مامان فریه. هر کی مامانش دوست داره باید فراهم کنه. اومدن. چه به موقع رسیدن، خوب شد نرفتم. و نه آقای معمار، هنوزم میتونیم برینا. نه دیگه تو صف باشی. مرکی میترم همایون برادر نازی کده نازی مادر نازی، خوش آمدیم. و آقای نوروز خان. چه
بفرمایید. خیلی ببخشید که اینجا از شما پذیرایی میکنیم، همش تقصیر نوروزخانه. هر چی گفتم ما خونه داریم، زندگی داریم، میگه نه الا و للا که باید از مهمونای عزیزمون سر ساختمون پذیرایی کنیم. حالا ان شاءالله ساختمون که تموم شد، اون وقت باید پذیرایی مفصلی بکنیم. طبقه پایین یه سالن بزرگ ساختیم برای پذیرایی. اتاق خواب بفرمایید، خواهش میکنم. طبقه دومه 5 تا اتاق خواب، البته هر کدومشون یه حمام جداگانه داره. همه بی ریا هستن. چه کنیم؟ ما که نمیخوایم پوز بدیم. بله. آرچیتکتتون کیه؟ بنده؟ سلام عرض کردم، شما متوجه نشدین؟ چاکرتون کریم آقای خوشخورد معمار. ما مثل شما تازه با این خانواده آشنا شدیم. منتها شما مادر دومادشونین، من پدر عروسشونم. مادر دوماد انبونه باد. البته تقصیر ایران خانومه که ما رو به هم معرفی نکردن. بله، دخترشون لیسانسی هست. با همایون جون ما تو یه اداره کار میکنن. بله همینطوره. البته آقای معمار باشی تو کار خودشون خبره هستن. به جون شما، به جون یه دونه دخترم تا حالا 50 تا آپارتمان ساختم. در کدوم ناحیه؟ سرسبی؟ سرسبی؟ آره، پر جمعیت ترین ناحیه پاتخت. اگه بگین یکی از این ساختمونای من چیکار کرده یا پیش تکون خورده ابدا. شما چه این مرسی میل ندارم. این مهندسای تازه به دورون رسیده خونه هایی میسازن که سر دو روز چای مستراش گلاب به روتون پر میشه. گلاب به روتون پر میشه. اینا این کاره نیستن. بساز و بفروش نیستن. هر کار کردیم برد کنم. یه دقیقه بیا. الان حرفم تموم بشه چشم. میترسم نسبت به سرکار علیه خانم بی حرمتی بشه. خونه میسازم برای پازلابش لوله 7 میذارم. خونواده 8 نفری گلاب به روتون رون به دیفال بی ادبی میشه. روز یه دفعه هم بخوام برن دستشویی خب گلوگاه چاگیر میکنه. حالا وای به موقعی که این خانواده 8 نفری مسمومیت غذایی پیدا کنن. آه خلق میزنه بالا. این مجنون مهربونیه. مامان همیشه به من میگه شاعر دیوونه، اما هیچ وقت دست من رد نمیکنه. خواهش میکنم بفرمایید. مامان بفرمایید. نمیخوام. خواهش میکنم. مامان جیغ میزنم. ها شما هیچی میل نکردین خانم؟ نه نه اصرار نکنید. اصغر برو یه چند تا چای ورده بیا. رو چشمام قربان. معمار دارو رد کن برن آخه. یه چیزی میل کنیم دبرین سر کارتون. مگه اینجا سیم نماست؟ با تو هم پسر عوض این که واسطه بره بر نگاه میکنی روی اون سیمانه یه خود آب بریز ترنگ نخوره. مرده شو قیافه چرتی کته ببره اون برم بریز. جونم مرد مرده. اون شیره آب واقع کن بله. باشه. پول لازم ندارم. پول لازمه ندارم. این مطرح میخوام. سلام ایبا، چرا نمیفرمایین تو؟ اینجا منزل خودتونه. منزل خودمونه ولی اختیاردارش نیستم. الان 10 روزه از موعد تخلیه. شما حق دارین آقا. والا به خدا ما سر این ساختمون جونمون به لبمون رسیده. همش تقصیر این معمار باشیه که هی کارو کش میده. پدر آمرزیده وقتی پول نباشه کار میخوابه دیگه. تقصیر این نوروزخانه که به موقع پول نمیرسونه. من که هرچی پول داشتم دادم. اساسیه خونم هم فروختم، مصالح خریدم، دیدم تا اسکنات چاپ کنم که هر کی خونه میسازه باید فکر خرجش باشه. معمارم باید بدونه که ساختمون چقدر خرجش میشه. روز اول گفتی 200,000 تومان، تا حالا 350,000 تومان دادم، هنوز به نازک کاری نرسیده. تقصیر من چیه که مسائل گرون شده؟
ببین این آخرین پولیه که تو کیف من باقی مونده، 500 تومن دیگه هم ندارم. ها عصبانی نشید، روی همدیگر ببوسین و دعوا رو بذارین. این 500 تومن که برای ساختمون پولی نیست. پولی هست یا نیست دو روز که کارتو راه میندازه برو به کارت برس بابا، برو به کارت برس. باخه با کدوم پول؟ با همین 500 تومن دیگه. کدوم 500 تومن؟ از یه طرف میگیره از یه طرف میذاره زیره. شما نیدی چرا اینجاست؟ من بابت طلبم برش داشتم. شما برداشتین؟ هر یه روزی که از موعد اجاره بگذره 50 تومن باید کرایه بدید. 10 روز گذشته میشه کدوم 500 تومن؟ چرا پرت؟ خود تو معذرت تعهد دادی امضا دادی، حالا میخوای بزنی زیرش؟ ببین هر چی میکشم زیر سر توئه. تو خونه خودم راحت نشسته بودم، حالا 200,000 تومن رفتم زیر بار قرض، اساسیه خونم به باد رفته، خونم هم تموم نشده، روزی 50 تومن باید کرایه خونه خودم بدم. من به خونه آبا اجدادیم کرایه نمیدم. دیگه برو به کارت برس. برو برو کرایه زود باشین زود باشین، الان صاحبخونه با اساسیاش میاد. به ما چه کلام میاد؟ شما سه ما کرایه پیش از ما گرفتید. من برو بعدن یه ترتیب واسهتون میدم. بده قربون قلت برم رای بده جان. حالا ما امشب کجا بخوابیم کریم آقا؟ امشب رو یه جوری سر کنیم، من تا فردا براتون جا پیدا میکنم. آقا پس من چی؟ تو بیا خونه خودم. بله دوخان، بله دوخان. برو سوار شو زود باش. کجا داری میری؟ اسباب کشی میکنی؟ آره به این زودی؟ اگه شماها اتاق نمیخوان بچه ها، من یه ساختمان دیگه نیمه کاره امروز میدم در پنجره یه اتاقش بزنن که شما فردا بتونن اسباب کشی کنین. متوجه شدی؟ 1000 تومان کرایه سه ما پیش دیم رد کن بیا. اده نه بابا جون، اون ساختمان تا سه سال دیگه هم تمام نمیشه. برو برو ببینم، برو برو با میله دیوار حرکت کن، برو یلا ببینم بودو خدا نگهدارت. سلام علیکم. سلام علیکم. نزی بیا یه کاری بدارم. همش با این دختر من کار داره. برادر من شیرنی خوردشه دیگه تو هم. با هزار بدبختی یه پولی جور کردم. باز که داری نگاهشون میکنی بیبریم. من تونستم این 30,000 تومن رو تهیه کنم. منتها نمیخوام بابات بفهمه که من دادم. فری تو چقدر خوبی. از کجا آوردی؟ هدیه یه مامانمه. انگشتر بریلیانت! 100,000 تومان انگشتر بریلیانه، 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 بریلیان، انگشتر بریلیانه، انگشتر بریلیانه، مو دوز برد. خانم باور کنید من چیزی ندارم. من خانومم، خیلی هم خانومم. ساکت. 100,000 تومان برای من مهم نیست، اما تو خونه من نباید دزد باشه. من خیلی خانومم، تو همیشه چای میدزدی. باید بدونی که من خیلی خانومم، تو همیشه قند میدزدی، تو بنزین ماشین دزدیدی، تو یک دفعه سوزن نخ دزدیدی. من دزدیدم خانم، تو از باغچه گل چیدی. تو میدونی من کیم؟ شما خانومی؟ نه خیر، من خیلی خانومم. تو چوسفیل دزدیدی. میدونی انگشتر بریلیانمو دزدیدم. نه اونا ندزدیدم، من برداشتمش. بده به من. فروختمش. ماما من این لباسو کجا آویزون کنم؟ چه میدونم، گل اون میخ. نه خیر، اون میخ مال منه. این میخ مال همه است. دیدی من نگفتم اون میخ مال منه. خیلی خوب، بیا مال تو، مثل که نوبرش آورده. این لباسم خاکی شد، نگاهش کن تو رو خدا. ببین چی کار کردی؟ چی کار کردم؟ تازه لباس خودم چی؟ لباس خودت بدگرد. بسته دیگه، شما هم وقت گیر آوردی. هزار جور بدبختی داریم. از تو 8 اتاق اومدیم توی اتاق خشک و خالی. همینجا باید بپزیم، همینجا باید بخوریم، همینجا باید بخوابیم. اون وقت شما سر یه میخ دارین دعوا میکنی؟
اوقا تلخی نکنیم بابا، مگه میخ نمیخوای؟ بیا اینم یه میخ دیگه بیا. آخه یه دونه میخ با چه دردی میخوره؟ چه دردی رو دوام میکنه؟ من نمیخوام، من چند تا میخ میخوام. خیلی خب بابا، بیا اینم یه میخ دیگه. بابا خفم کردین بس که راجع به میخ حرف زدین. همش تقصیر خودت نوروز خان، اون خونه 8 تا اتاق داشت، آورد اینجا آلاخون بالاخونمون کردی که چی؟ راست میگی آقا جون، چه نفر آدم تو این اتاق خب چه جوری زندگی کنی؟ تقصیر شماست آقا جون که خونه رو با عجله خریدی. آخره منو گرفتی بردی محضر. آخه یه مرد عاقل و پخته مگه عقلش رو میده دست یه جوون خام؟ شب و روز به من قُر میزدی که بچه‌ها خونه مدرن میخوان. بابا من زن به قول تو ناقص العقل یه چیزی گفتم، تو چرا قبول کردی؟ تو عمرت یه حرف حسابی زدی، اونم همینه. چی میخوان اینجا؟ مگه اینجا سینماست؟ واقعا خدا رو شد امروز اعصابم راحته، این گرفتاری مالیم که حل شد مثل که یه کوه از رو گردن برداشتن. ببرمیم الحمدلله مرسی. اصلا خودم نفهمیدم چه جوری حل شد، دخترم 30,000 تومان کمک کرد. از کجا جور کرد؟ قرض الحسنه آقای فرصتی، قرض الحسنه. هنوز آدم خوب پیدا میشه. میگه کوه به کوه نمیرسه اما آدم به آدم میرسه. این آدمای خوب کجان که به امام یه کمکی بکنن؟ به موقعش میرسه. همین کار خدا. آقای فرصتی، کسی که با خدا باشه هیچ وقت در نمیاد. بله. 6 ماه حقوق بازنشستگیمو پیش فروش کردم 5,000 تومان. نوش جونش کار منو راه انداخت، بذار 1,000 تومنش همون بخوره. این 35 تومن هنوز تا 80 تومن خیلی مونده. ماشین هماینم 10,000 تومن قیمت کردن، همین روزا قراره معامله بکنه. 10,000 تومنم آقای رئیس قول دادن به من کمک کنن که از سال دیگه ماه به ماه قسطی از حقوقم برداشت بکنم. این یکی دیگه من باور نمیکنم. چند دقیقه دیگه باور میکنی؟ قراره ساعت 11 صدام کنی. تا 80 تومن هنوز 15 تومن دیگه کم داری. اونی که اون بالا نشسته خودش همه چی رو جور میکنه. بله. هر شب از فکر خیال این خونه و بی پولی خوابم نمیبرد. پا شدم رفتم رو پشت بوم، این کاسه آسمون رو نگاه کردم، اشک تو چشم پر شد. گفتم خدایا یه غلطی کردم، توش موندم. تو هیچ وقت نذاشتی نوروز خان در بمونه، این دفعه به خودت واگذار میکنم. 2 روز طول نکشید همه کارا جور شد. خدا گرز حکمت به بندت دریز رحمت گشاید در دیگری. نوروز خان، آقای رئیس با شما کار دارم. بفرمایید. زه رحمت گشاید در دیگری. بله. با اجازه آقایون. ببخشید معذرت. چطور این در رحمت به روی ما باز نمیشه؟ از حق نباید گذشت نوروز خان، با جون و دل کار میکنه. مگه من و تو کم جون میکنیم؟ از جای دیگه آب میخوره. حالا باید دید از کجا آب میخوره. از همون چشمه که پسر آقای رئیس آب میخوره. آقا تهمت نزنید. منظوری که ندارم، اونا قراره با هم وصلت کنن. مردم زیرنگن، بی خود نبود دختره رو هر روز میابرد اداره. از این به بعد هر جور گرفتاری داریم باید دم نوروز خانو ببینیم. دست دیده؟ آره، انگشتر 100,000 تومانی رو فروخته 30,000 تومان، پولش هم داده به اون دختره بی سر و پا. خودش کجاست؟ من از خونه انداختمش بیرون، ممکنه بیاد پیش تو، تو هم باید بندازیش بیرون. اون نوروز خان صندوق داره دزد، خودت هم باید بندازیش بیرون، همش زیر سر اونه. شنیدی چی گفتم؟ سلام. یه مش دزد دوره براتو گرفتم، پسر دزدی، صندوق داره دزد. سلام. همه دزدن، تو متوجه نیستی، یه مش دزد دوره براتو گرفتم، پسر دزدی. دزده، پسر دزده، صندوق داره دزده. دزد، دزد، من پسر دزد نمیخوام. شما از حماقت این جوان خام استفاده کردی. صندوقدار شرکت باید مورد اعتماد باشه، اما شما دیگه مورد اعتماد نیستین. میدونین چرا؟ برای اینکه در این سرقت خانوادگی شما هم شریک بودین. من یه عمر با صداقت زندگی کردم، از این ماجرام هیچ اطلاعی نداشتم. پسر شما هم گناهی نداره، در این کار حسن نیت داشته. بفرمایید اینم پولتون، منم تو شرکتی که بهم اعتماد نداشتم 5,000 تومان مساعده گرفته بودیم. ناراحت نباش، زندگی نشیب و فراز داره، گهی پشت بر زین گهی زین به پشت. اگه آدم یه جا بمونه مثل مرده بو میگیره. بریم. بفرمایید بابا. قربان، تبریک عرض می‌کنم. یه عرض خصوصی داشتم. با نفوذی که جناب‌عالی روی آقای رئیس دارید یه لطفی بفرمایید. باشه بعد، باشه بعد. خیلی متشکرم. خداحافظ. سلام عرض میکنم قربان. سلام علیکم.
سلام قربان. خیلی معذرت میخوام. اگه ممکنه با آقای رئیس بگین یه خورده مصاحبه بنده بندر با آقای نوروز خان بکنید. چشم امید ما به شما. خیلی متشکرم میشم اگه به عرض بنده برسید. سلام قربان. سلام برید سلام. خواهش می‌کنم برید جناب. جناب. بسیار مو بسیار مو قربان می‌خواستم ازتون خواهش کنم. شما چی می‌خواید؟ خودتون می‌دونید که من عیال بارم بود. بسیار مو بسیار مو. سلام قربان. سلام همینطورم از سال بی خونه ها. امشب اولین شبیه که حتی یه سخت نیست که من زیرش بخوابم. لحظاتی از یادم میفهمه هیچ چیز مال خودش نبوده، حتی خودش. خیلی تلخ. احساس میکنم از همیشه خالی ترم، بی خودی هم. مرد باش، بیا بریم. تازه به قول خودت اولین شبیه که مال خودتی. وقتی که اینا رو داری احتیاج به ماشینم نداری. قصه سقفم نخور، ما تو خونمون یه سقف داریم. خدا شانس بده. ساعت 10 اومده، ساعت 11 داره میره. پارتیش کل منم برای مصالح باید بدم. 4 تومنم که بابت لوله کشیه، 3000 تومن قسط اوله. 3000 تومن چرا پس دادی؟ مال خودشون بود. مساعده رو چرا پس دادی؟ بابت گچ بود. مساعده رو چرا پس دادی؟ 4 تومنم بابت گچ. اونجا نمیخوان دیگه من کار کنم. حقوق بازنشستگی تو که پیشخور کردی. شرکتم که نمیخوای بری، پس از کجا بخوری؟ 20 و 20. کجا قسط رو بدی؟ لا اله الا الله. آخه بابا ساختمون رو از کجا میخوای بابا میذاری به بدبختیم برسن؟ برو عوضی حرفا به کارت برس، برو فکر چون کن. با کدوم برنج، کدوم هم، کدوم چراغ، با کدوم آشپزخونه؟ توی اتاق کوچیک جونم به لبم رسیده. 30 سال تو 8 تا اتاق فرش کرده خانومی کردم، حالا توی اتاق خرابه رو گلیم باید زندگی کنم. درست میشه عزیزم، بسه نخور. 3 ماه دیگه این خونه درست میشه مثل دسته گل، بازم تو 8 اتاق خانومی میکنی. حالا پاشو برو یه خطه فکر شام کن، امشب فریدون مهمون ما. حالا تو این یه دونه اتاق مهمونم دعوت کردی؟ نامزد دخترمونه، باباش از خونه بیرونش کرده، نمیتونه تو خیابون بخوابه که. مگه شب اینجا میخوابه؟ واقعا قد بود اومدیم تو این خونه وسط بر بیابون، آدمیزاد اینجا لخت میکنن. ایوه خاک به سرم بمیرم. چی شده دخترم، چرا گریه میکنی؟ به بدبختیم گریه میکنم، زندگیمو نمیبینی؟ چرا؟ همش تقصیر خودته. از اول هر کاری کردی هیچی بهش نگفتی تا به این روز افتادی. آخه عقلم خوب چیزیه، کسی که میخواد خونه بسازه یا مهلت میگیره یا خونه اجاره میکنه، زن و بچهش راحت باشن. فکر نکردی 4 نفر آدم توی اتاق خرابه چجوری زندگی میکنن؟ خانم جان سلام علیکم. سلام امام. به سلام و زهر مار. حالا بیا سر کار. کدوم کار؟ من این نظری کسی کار میکنه؟ یه هفته است موزمونو ندیدیم امام. اگه من باید موز بدم، برو اصحاب کار بگیر. اصحاب کار میگه دادم به معمار، این میگه دادم به من داده. بیچارم این نزه گردن اون، اونم نزه گردن این. بابا چه خبره، چیه، چه داد میزنی؟ ده نوروز خان بیا جواب اینا رو بده. نوروز چی باز جر داری میزنی؟ پیروز 5000 تومن دادم که حساب اینا رو صاف کنی. 500 تومنش دادم با آهنگر، 4500 تومنش هم مصالح خریدم. ساختمون خرج داره. برای مصالحی که من چک وعده دار دادم، این پول مال این بیچاره ها بود. آخه معمار باشی سزاوارو که موزه این بیچاره ها رو بگیری بریزی تو جیبم. بریزم تو جیبم؟ من جیب لامصب این کار گذاشتم. چرا دعوا میکنی؟ نمیدونم از پدردنت بپار. چی شده معمار باشی؟ ابدیه گرامت بپار. هر انگیز خانم شما قضاوت کنی. روز اول تو خونتون گفت چند حساب میشه؟ 200000 تومن. تا حالا 300000 تومن دادم، اینی که ملازمه فرمایید. راست میگه آقا جون، این زندگی واسه اینو درست کردی؟ فرنگیز تو دخالت نکن. چی رو دخالت نکنم؟ با زندگی مردم چرا بازی میکنی؟ به تو مربوط نیست. خیلی هم به من مربوطه. ما با هم فامیلیم، تو فامیل که کلک نمیزنن. فرنگیز خفه شو. خفه شو برای اینکه حرف حق میزنه. میدونی چیه؟ این آقا دو تا خونه ای بساز و بفروش با این ساختمون شروع کرده و توش مونده. هر وقت حساب پول به میون میاد قولش یادش میره. دروغ میگه. خفه شو. چی شد فرنگیز جان؟ چی شد؟ ناراحت نباش. چی خبره نوروز خان؟ چیزی نیست. هیچ هیچ. دو تا پیمونه برنج اضافه کن. فرنگیز هم امشب اینجاست. دوست دارم. از اینجا تا روز قیامت. امشب اولین شب زندگیمونه. آره امشب شب عزیزیه. شب یکی شدن من و توه. حس میکنم آدم دیگه ای شدم.
از گذشتم بدم میاد، انگار تازه به دنیا آمدم. حالا میفهمم که زندگی یه جور دیگه است. زندگی رو باید همین جاها پیدا کرد. اونا چی کار میکنه؟ فسق و فجوره. نگه خونه ندارن که اینجا خاک تو سری میکنن ها؟ لابد خرابه مزش بیشتره. خرابه بیابون. چرا آه میکشی؟ یادم وظیفات ما افتاد. زندگی رو باید تو چشمای تو پیدا. چشمای من دروغ میگه. ارباب چیه؟ چه خبره؟ اونجا هم فسخ و فجور میکنه هنه فسخ و فجور آجار بزنی تو سرش. آجار بزنی تو سرشو؟ آره همچی بزنی که یامان بیارم. عجب تو روزمونه شده. اینجا خوب نیست. عوضش هیچ کس اینجا نیست. فقط ستاره هم ممکنه به ما حسودیشون بشه. اون بیلا بالا ما بیا بالا شدش بپر. میرم من بسته کشتیش بسته خود جونم چی کار کنم بزنه یه سر بوست بلش کنی بسته دیگه کشتینش آجونش چی میخوای مرده فرار کنی بجم بجم دیگر خود جونم فرین فرین جونم حرف بزن فرین بلند شو فرین عوضش هیچ کس اینجا نبود بلند شو تکیه تو بده من بلند شو خانم بزرگ دیگه دیر وقته شب باید بمونیم نوروز خان تعارف نکنین جاتون تنگه دوتا مهمون دارین من دیگه زیادی هستم همایون جون بلند شو منو برسون خونه مادر با فقط شما یه نفر زیادی هستین چه حرفا مادر هیچ کس زیادی نیست ایران جون باشو شام نازی و فریدون رو بیار حالا دیگه باید پیداشون بشین باشه ماما ایوا خدا مرگم بده چی شده نازی داشتیم اینطوری شدیم چند تا آدم با چوب ریختن سرمون بیا اینجا ببینم بابا دوست بودن شاید شبگرد بودن مادر چون بی زحمت یه حوله و یه خورده آب گرم بدین صورتشو پاک کنن حالا دوست بودن یا شبگرد نه دوست بودن نه شبگرد این دوست ها چرا نمیان ما رو بزنن ایوا پس آخه اینا کیا بودن ریختن سر شما هر چی بوده تموم شده چرا بازخواست میکنی بله سلوات بفرستین بزرگ میشن یادشون میره دیگه هم یادتون باشه که شب حواس پیاده روی نکنین باشین حالا شامتون رو بخورین باشین دیگه باشین ما شاممون رو خوردیم آره اینها تو خوردی این که نخوردی پس منم بخورم خیلی خب ولی یه لقمه خواب که پیدا میشه دیگه خواب گشنگی سپیری نداره که خاک به سرم این همه آدمو کجا میخواین بخوابونین هم اینجور برای شما منو برسون خونه خانم تو ساعت 10 شبه بابا یه شب که هزار شب نمیشه من همتون رو جا میدم در این لاف در این لاف هم این بیه سرش میدونم میگم خوب شد این لاف کرسی رو نفروختیم تنش کنین وسط اتاق قشنگ تنش باریکلا همه همون میریم زیر لحاف خاک رو سرم کنن همه همون زیر یه لحاف بخوابی من الان درستش میکنم اون بالشتر رو کمک کنیم بیاریم اول فریدون رو بیاریم بابا جون نه کرد خیلی ممنون یه فرنگیسون بابا این رو بالشتر رو بیاریم زنها این طرف میخوابن مردها این طرف بریم زیر بینم لباس خوابم دیگه نمیخواد همینجور با لبار خوابیم هوا سرده با لبار خوابیم
192 تومن 563 آقا جون شما چرا نمیخوابین؟ خوابم نمیبره. تمام اون چیزایی رو که یک عمر من میکردم به سرم اومده. چک بی محل دست مردم دادم، قسط بانک عقب افتاده، پول کارگرا رو یه هفته است ندادم، کار ساختمون لنگه، باید مصالح بخریم، حقوق بازنشستگیم هم که 6 ماه پیش خور کردم، از شرکتم که بیرونم کردم، خرج خونم که هست. چطور بس که شما حرف میزنی؟ دیگه حرف نمیزنی بابا. بخواب 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 بخواب. بابا جون میخوای ماشینمو بفروشم، 6-7 تومنی میخرنش. نه بابا، تو هم عشقت این بود که این خونه ساخته بشه با ماشین بیای توش. خب پس چی کار میکنی؟ نمیدونم والا. من میفروشمش بابا جون. من نمیذارم ماشینو بفروشی، فهمیدی؟ این موضوع به من و پدرم مربوطه. به من مربوطه که باید منتظر تاکسی بشم. نمیفروشه بابا، بیا برو بخواب. اصلا ماشین مال خودمه، میخوام بفروشمش. دیرم نمیخواد بفروشی. بابا جون چه خبرتونه خانم جون، خوابیده؟ بیچاره خانم جون، من دم در انداختن هی زیر گوشم داردار میکنن، میگن خانم جون خوابیده، خانم جون خوابیده. فرنگیس خانم چرا نمیخواست که سرتون بپرسید؟ دلم خوش بود که شوهرم یه ماشین داره، اونم داره میفروشه خرج ساختمون بکنه. خب این ساختمونیه که خودتون رو دست ما گذاشتین. فرنگیس وقتی قرض دور پدرمو گرفته شب خوابش نمیبره، من ماشین نمیخوام. این بابایی که اینقدر سنگشو به سینه‌ت میزنی، آیا حاضر یه دونگی خونه رو به اسم تو بکنه؟ بابا من که این خونه رو با خودم تو گور نمیبرم، مال بچه‌هامه دیگه. 6 دونگش مال ایناست. نه خیر، یه دونگش مال منه. یادت رفته 20,000 تومن جیرینگی ریختم تو دستت؟ خانم یه دونگ این خونه 80,000 تومن میشه. 20,000 تومن شما با نزولش هم 80,000 تومن. من نزول خورم؟ من نزول خورم؟ 20,000 تومن پول بی زبون ریختم تو دست این مرد، حالا به من تهمت میزنه. ایران همش تقصیر توئه. اگه نمیومدی گریه‌زاری کنی، هرگز پول دست این مرد من نمیدادم. مگه تو گریه‌زاری کردی؟ یعنی خانم جون میخوام مردشور پول اون خانم جون رو ببرن که اگه میدونستم 70 سال سیاه نمیگرفتم. مردشور خودت ببرن با این خراب شده که برای دختر بیچاره من درست کردی. خانم جون، آقا جونم در واقع برای راحتی مامان خودش رو زحمت انداخته. زحمت خودش سرش بخوره، دختر بیچاره منو آلاخون بالاخون کرده. برو خدا رو شکر کن که تو این خونه مهمونی بودی. بلا چی؟ بیرونش میکردی؟ جرأت داری بگو. با تیپا بیرونش میکردم. پس منم بیرون کن. خواهش میکنم شما بفرمایید. بابا فرنگ یه چیزی بهش بده. من خودم نمیدونم چی. خانم جون مگه بچه شدی نصف شب کجا میخواید بری؟ خانم جون مامان شما یه چیزی بگو، مگه نصف شب میشه تنها بره؟ منم باهاش میرم. بابا جون مامان هم داره میره. چیکار کنم؟ برم رو دست پاشو بیافتم؟ الهی این خونه رو سرت خراب بشه، الهی که چا زیر پات باشه. بابا راست راستی دارن میرن آخه. خیلی خوب برو برسونش. بریم خودم میرم. خب دیگه رسیدیم، بیا پایین. دستت میذارم تو دست نوروز خان تا دیگه واسه طلبت صبح زود در خونه نیاد. ببینم و تعریف کنی معمار. بیا بریم تو. دیواره حیاط هنوز نچیدیم؟ مگه مصالح نداریم؟ مصالح داریم، کارگر نداریم معمار. پس اینا چی هستن؟ کار نمیکنن. پس بفرما اومدن اینجا مهمونی؟ چرز کنن؟ چرا نمیرین سر کارتون؟ دبانش دیگه باشه بیرین نظر کار کنی؟ تا موزمونو ندین از جامون بلند نمیشی. نظری ننه به بابا را نمده. حالا امروزم برین کارتونو بکنی. باید یه روزه که ماز نگرفته. نوروز خان، نوروز خان. چیه بابا چیه؟ چیه؟ بیا بابا جواب اینا رو بده. جوابشو من نباید بدم که، مگه نگفتی موز بنا با من؟ بنا رو گفتم، اون حاضره، حرفی نداره، اما کارگرا مزدشون رو میخوان. چیه؟ اصلا از امروز کارگر نمیخوام، خودم میخوام عملی کنم. پوستای برو سر کاره. باشه بریم. دیوار رو دیوار رو بچه میرن. بله بچه میرن. میخوام خودم کار کنم. چی شدی؟ یه طلب کار اومده. از زاکاری که خودش داره عملگی میکنه چه جوری طلبمو وصول کنم؟ زیر قراردادو شما امضا کردی، من پولمو از شما میخوام. تنها راهش اینه که بریم سر کوچه چند تا سفته بخری بیاری بدی امضا کنی که اقلا دستت یه جیبه هم باشه. خیلی خوب، بیا بریم.
شما نمیفرمی؟ نه من تو فامیل رو درواسی دارم. حالا ببینم شما میتونید تمامش رو وصول کنید. به من میگن اصلا خط خطی. من برای این کار کلی ابزار دارم انتخاب کنیم. بازم بیار. اینو بذار سر گلی نشه. نه بفرمی. این دیگه چیه؟ تعرفشه. مش 150 تومن، درفش 200 تومن، چاق و زامندار 700 تومن. نه یه خورده گرونه. نرخ معمولشه، همه جا همین قیمته. من تخفیف قائل شدم. شما ستون ملاحظات و ملاحظه بفرمی. فوشم مجانیه. درفش سطحی 10% تخفیف، تا دسته 10% نازش است. میدونی من به اندازه همین مشت بودجه دارم. همین مشت کافی. خب اگه وصول نشد چی؟ کافیه همین اسباب و ابزار رو نشونش. من اسباب و ابزار رو به کار میبرم. واسه ما خوبیت نره دست خالی برگرد. نوروزهای چیه؟ نوروزهای چیه؟ برای از اونها بخور. نوروزهای چیه؟ بابا اینم که چرده. اینم نوروزهای چیه؟ من نمیدونم. داداش نوروزهای چیه؟ اول اون رادیو رو خاموش کن. گنده رادیوی منو چیکار کرد؟ گفتم نوروزهای چیه؟ چه فرمایشی داریم؟ من فرمایشی ندارم. اینا باز فرمایش دارم. نوروزخان تویی؟ نه بابا من عملشم. خودش کجا؟ خودش فردا میاد. یعنی نه فردا میگم نمیگم پس فردا میاد. یعنی اگه بخوایم واقعا وصول بکنیم در روز دیگه میاد. یا امروز وصول میشه یا اربابت خط خطی میشه. فهمیدی؟ من اهل شوخی موخی نیستم. من اینجا بست میشینم. نوروز خان، نوروز خان تشریف ندارن. آخه سیمان میخوای؟ تو کارت ادامه میده. من میرم سیمان میخرم. باشه برو برو. چی رو مالیده خط خطیش میکنم؟ به خدا اگه امروز پول نده چکو میذارم اجرا. من گذاشتم اجرا، اومدم اتمام حجت کنم. کسی که پول نداره غلط میکنه خونه میسازه. ولی نوروز خان مال مردم خور نیست، نداره که بده بابا. خب پول نداره خونهشو بفروشه. آره راست میگه، اگه نداره خونهشو بفروشه. اجاره رو با پولای ما رو هم گذاشته. فکرشو نکنی، یا بدهیشو میده یا دست جمعی خونه رو سرش خراب میکنی. کجا میری؟ میرم ماشینم رو میفروشم. لرم کن اگه نمیبینی پشت سر پدر چی میگن. من شوهر بی ماشین نمیرم. بگرم که نمیخوای. من سه تا ماشین دارم. رو آبجو تو سوار کن و بر بگردون. کجا میری؟ میخوام برم ماشین رو بفروشم. بیا بریم، نمیخواد بفروشی. آخه جواب طلبکاران چی میدی؟ پول ماشین تو جواب اینا رو نمیده. بیا بریم. ای وای بابا جون، آخه میذاشتی میرفتم میفروختم. نمیخواد. نوروز خان اومد، چاقو تو تیز کن. آقا جون، آقا جون، پسرمو تو پسرمو اینجا چی کار میکنی؟ سلام.
بند کفشمو می‌بستم قربونتو برم. پسرمو شرمندم واسه اون چک. اگه یه ما به من مهلت بدی برات یه فکری میکنم. اختیار داری، مهم نیست قربونت برم این حرفا چیه که میزنی. یه وقت فکر نکنی واسه خاطر اون چک اومدم. از اینجا رد میشدم اومدم یه سلام بکنم. خب دیگه مزاحمت نمیشم، میدونم خیلی گرفتاری، یه عده منتظره داشتم. برو به کارت برس، فکر چکم نکن. خدا حسن آقا همچی که رسیده باید در خواهده یک قرار کنم خورم از رو یارتون فخص باشه خیلی خورم شد نرشان آمد چی؟ نرشانه باشه با نرشان به من چرک میزنی چرا همچی میکنی؟ شیکم تو همینجوری پاره میکنم این که شیکم من نیست، این کیسه سیمانه بگی از پایی میرم اینه چی میگن؟ آقایون چرا خودشون ناراحت میکنن؟ شما طلبکارین، من بدهکارم، این که بحثی نداره. الان ترتیبش میدم، کاری میکنم که همتون راضی از این در بیرون برین. آقا شما چقدر میخواد؟ 22500 تومان. 22500. شما 5000 تومان. 7400 تومان. بگو 7400. شما 17000 تومان. شما 15000 تومان. 15000 تومان. آقا یون میتونن یه ما به من مهلت بدن؟ نه دوست دارم از وسط شقاق کنم. خیلی خوب، حالا این چاقوتو قلاف کن. خیلی خوب، چش مولد نمیدین دیگه. چرا بله 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 الان سب یه دقیق سب خیلی خوب، هم اینجا سب کنی نکمی کنی کجرا رفته دنبال دستو چه که چرا واسه دیوار بریم؟ بیا بگردم طرف کارا دنبال رو درست خواهی کردن هفته دل نکنی بپریم بارا بپریم بارا دیانا برو شن نکنی برو پای دست برو از این بر رفتن. نه بابا از اون بر رفتن. من که دیدم راست رفتن. بالاخره از کدوم بر برم؟ به نظر من از سه حال خارج نیست. یا از این بر رفتن یا از اون بر رفتن یا از راست رفتن. اصلا درد نکنه با راهنمایی کرده. بابا بابا بابا
آقا من وقتی که چه اینطوری میگم معذرت دو چرخه رو برداشت بیا دلو شیر کنی مردو این طرف نایی از اون طرف را شو بالا سر کار خودشه. من تا دینار آخر پولم ازت میگیرم. نمیخواد کسی بره بالا، خودش الان میفته. اون لب بگیر بنده خودم بکشمش پایین. بیام بریم بابا، میفته پایین خونش گردن ما رو میگیره. الو الو جناب سربان، الو الو، یه مش دوزه قاتل ریختن اینجا، جون زن بچه ما در خطره، رفتن رو تراس، الان یکیشون رفته رو تیراهن وسط زمین و آسمون. اگه اسلحه داشتم خودم مغزشو داغون میکردم. بابا یه چه بلا بارو فکر عقل شب هفتش باش، الان تلف میفتو بابا جون.
عجله کن. جسد کجاست؟ الهی لال شد. آقایون بفرمایید کنم، بفرمایید کنم، جمعیت متفرق کنید. آقا به شما اقدام میکنم بیایید پایین. آقای نه اینجا بایستد، من نمیام پایین. بیایم بچه، بیایم، بیایم. چکار کنید؟ دو دوشید. بابا جون، بابا جون بیا پایین. آقا این کار خطرناکه، خواهش میکنم بیاید پایین. بابا جون تو رو خدا بیای پایین. تو دیگه خفه شو، بیا پایین، گیره اینا بیافتن. آخه تو یه چیزی بگو دیگه. آقا جون من میدونم شما در واقع چطور بگم، خب اگه اجازه بدین من بیام، یعنی فریدونم میتونه به شما کمک کنه که بیاید پایین. بیاید پایین فریدون، برو بالا. خاین اینجا واسه من نمیام پایین. اروای خالت تا فردا صبح اینجا با میستم. من تا پس فردا همینجا خوابیدم. ابرو احمد مسخره بازی رو بذار کنار، اگه نیای پایین به جرم سد معبر جریمه میشین. به بدهیامون یکی دیگه هم اضافه شد. شنیدین؟ سد معبر جریمه داره. برین خونه هاتون بابا. جان سروان ایزه میدیم برم از اون بالا بیندازم اشتایی. خود برمشین، خود برمشین، لطفا نقصه بونه آماده کنیم. بیا تو درو ببرم. میخوام تمام لازم نکرده. نه بالا، من نمیام پایین. آقا من نمیام پایین، اگه بیای بالا من خودم میندازم پایین. میندازم پایین، خودم میندازم پایین. برو پایین، برو پایین، من نمیام. تا اینا اینجا بایستدم من نمیام پایین. نمیام، نمیام. تو هم برو تو. بکشین بالا، بکشین بالا، بکش بالا، بکش بالا. کی گفت بکش پایین؟ بکش بالا. بکش پایین. چه کار کنیم؟ بکش بالا. برو پایین، برو پایین. بکش بالا. ببین راستی دارم خودم میدیدم پایین. آقایون بفرمایید کنار، بفرمایید کنار، متفرق بشید. خواهش میکنم بفرمایید کنار. بابا جون خدا اونو بکشین پایین. بابا جونم جونش در خطر. یه وقت میاد که میری آخه برو دیگه. چی میگی؟ چرا خواستو قابل آقا برو چه پولی میخوایی؟ ولش کن بکش بارا. چی میخوایی؟ برای کن من پولم هایدام. من پولم هایدام. بکشش پایین. اینو برای پول نمیشه. بکشش پایین. بکش بارا. چی هایدام؟ نه دست، دست تو بده من. ۴۰۰ هزار تومان ۶۰۰ هزار تومان ۶۰۰ هزار تومان ۶۰۰ فروخته شد. الحمدلله خدا رو شکر بدهیامون رو دادیم. ۳۵۰ هزار تومان هم واسمون. خب الحمدلله. بچه‌ها که خونه آپارتمانی و خونه مدرن می‌خواستن فرادم سی خودش. خودم اومدم دو مرتبه همین خونه‌ای که یه روزی 300 هزار تومان فروخته بودم 400 هزار تومان خریدم. 50 هزار تومان قرض بالا آوردم که باید قسطی بدم. خب خونه قدیمیه اما آدم توش احساس آسایش می‌کنه. بله بله. شما هر تو این حوضخونه نشستی احساس آرامش نمی‌کنی؟ چرا؟ ولی بذار من کلنگیه. بعد خونه کلنگیه. بهتر این خونه رو خراب کنین جاش یه خونه مدرن بسازین. چرا همچین کردین؟